چهار تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش زدن برای 1200. لعنت به این زندگی. ببینید در مملکتی که روی کوی از ثروت نشسته، ایران اولین دارند دومین دارنده ذخایر نفت قاضی دنیاست، چهارمین دارنده ذخایر نفتی دنیاست، تو چنین مملکتی فقر و بدبختی و فلاکت از سر روی این جامعه داره میره بالا، مگه میشه این وضعیت تموم پیدا کنه؟ توی مملکتی که کارگر حقوقش 5 برابر زیر خط فقره و اون وقت این حقوق به مدت 5 ماه پرداخت نمیشه، کارگر میره اعتراض میکنه، به شلاقش محکوم میکنن. تو ملعام به کارگر شلاق میزنن، کارگر رو 70 نفر رو تو 7 تپه به احضار کردن به دادگاه، گروه گروه کارگر رو احضار میکنن به دادگاه، اخیرا 20 نفر از کارگر هپکو رو احضار کردن به دادگاه. معلومه که در چنین مملکتی این وضعیت به همین شکل دوام نمیاره. من داشتم زندگی رو میکردم، کارگری میکردم و کشتی ما ادامه میدادم و الان تیغ اعدام کاملا روی گردنم هست. ممکن بود هر کدوم از جوانای دیگه این مملکت به حکم قرعه دستگاه قضایی جای من بیاد. تو این 2 سال هیچ عدالتی ندیدیم و حالا من از شما میخوام که قضاوت کنید و انتخاب کنید که من و خانوادم لیاقت کمک و نفس گرم شما رو داریم یا نه. انتخاب من جمهوری اسلامی نبوده، نیست، نخواهد بودم. دو تا از برادرای من که بهترین دوست و همبازی کودکی هم بودیم رو اعدام کردن. برادرای من کارگر بودن، دست خسته رو روی شکم سیر میذاشتن که به دست این رژیم اعدام شدن. بهرام هنوز 21 سالش نشده بود و شهرام هنوز ناداماد بود که اعدامشان کردن. اگر میخواهید این همه ظلم و ستم و اعدام تمام بشه، باید جمهوری اسلامی ایران را بایکوت کنید. تو این خیابون تو رو از من گرفتن. سبسم پاره شد در راه انقلاب. بعد از مدتی سکوت، امروز تصمیم گرفتم سکوتم رو بشکنم. آخرین محل ارتباط حیاتی دنیای بچه های ما با حیات فعلی. آخرین جایی که از اینجا پر کشیدن شکسته بار رفتم. من زیر تابوت مصطفی رستم و به مصطفی قول دادم که مصطفی از امروز صدای تو هستم و خاموش نمیشینم تا روزی که بمیرم. قاتل بچه من رهبره، من هیچ وقت ازش نمیگذرم، تا قیام و قیامت نمیگذرم. یک مادری 7 سال مشکی تنش رهبره. خطاب همه مردم جهان و فعالان عرصه حقوق بشر نهادهای بین المللی، من مادرم 10 سال تمام لحظات زندگیمون مالا مال از ترس و وحشت از حکم اعدام زانیار و لقمان بود. ددهایی که همراه اقبال چه شبهایی را با ترس از اجرای حکم اعدام تا صبح بیدار بودیم. کردیان اعدام تیم بطاقی توانیم چه کم رکشی نیشن نهاتیم تدام ریچن مفیم چنگانی نمالکا اپایم رتوان سیانی نروتیم یا نارشون را نیکن ما از جمهوری اسلامی بیزاریم. من به شخص از جمهوری اسلامی بیزار شدم، از جنگ تحمیلی که تحمیل کردن به ما. من بازمانده جنگم، با خانواده های ما بسیار بسیار بد برخورد کرده جمهوری اسلامی و خود بنده. خطابم به رهبران دنیاست. جمهوری اسلامی بچه های ما رو کشته، بچه های مردم رو کشته. آیا در مقابل این همه فساد، جنایت و ناکارآمدی وقتش نشده که جمهوری اسلامی رو بایکوت کنید؟ شما باید در کنار مردم ایران قرار بگیرید و جمهوری اسلامی رو بایکوت کنید.